سلام سهشنبه 25 شهریور 93 16 سپتامبر 2014 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه آقای خامنه ای بالاخره بعد از یک هفته از بیمارستان بیرون اومد و مصاحبه ای کرد که اولا نشون داد که چقدر ایشون بد مصاحبه میکنه وقتی که از اون قالب اون بالا نشستن و عرض شود که بعدن هم ادیت کردن دفترش و سانسور کردن میاد بیرون و چقدر ناشیانه حرف میزنه سانیان حسب معمول جمهوری اسلامی بخش از دیپلماسی مخفی رو ایشون افشا کرد گفت که سفیر آمریکا در عراق با سفیر ایران صحبت کرده بوده در ابتدای حرکت داعش و وزیر خارجه امریکا هم با آقای ظریف صحبت کرده بوده و معاون وزارت خارجه که البته ایشون با تعبیر اون زنه اون تحقیرآمیز نسبت به خانم ها خانم وندی شرمن رو منظورش بود با عراقچی صحبت کرده که هم هماهنگی ها و همکاری هایی با ایران بشه ولی و عنوان کردیشون که بعضی ها موافق بودن احتمالا منظور روحانی روحانیست ولی من مخالف بودم و رد کردم هر نوع همکاری با آمریکایی ها علیه داعش رو و ایشون تاکیدم کرد که کاری امریکایی ها نکردند و این مردم و ارتش بودند که نیروهای مردمی و ارتش بودند که کمر داعش رو شکستند و البته مثل که بعد توی صحبت ایشون یادش اومد که خب این درست نیست به لحاظ واقعیت و گفت البته بعدا آمریکایی‌ها یاد گرفتند برحال ایشون با این تعبیر به نظر من ضمن اینکه که می گفت من اسباب خندم بود اصارات امریکایی ها ولی بیش از این به نظر من غیزش رو نشون داد برای اینکه به هر صورت مثل زمانی که در مورد سوریه و بحران سوریه جلساتی تشکیل میشد و ایران رو راه ندادند بسیار عصبانی بود آقای خامنه ای و سایر مقامات ایران برای اینکه در ائتلاف علیه داعش ایران رو راه نداد آقای جان کری وزیر خارجه امریکا افشا کرد که این عربستان و امارات تهدید کرده بودند که اگر امریکا اگر ایران رو دعوت بکنن اونها از اطلاف بیرون خواهند رفت ضمنا در همین صحبت آقای خامنه ای نسبت به خانم هارف سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم دوباره اون لحن توهینآمیز نسبت به زنان رو به برد و کاملا دیدگاه ایشون نسبت به جایگاه زنان در فعالیت و اجتماعی رو به نظر من نشون داد بر صورت برخلاف نظر ایشون تا اونجا که من خاطرم هست مقامات امریکایی عنوان کرده بودند که جایی نگفتند که اصلا با ایران حرف نزدن بلکه در این مدت عنوان کردند که ایران جایی در اعتلاف نداره و همکاری با ایران مفید نیست به صلاح نیست آقای کری هم جواب اظهارات آقای خامنه ای رو خیلی دیپلماتیک داد و گفت جر و بحث خلاصه بر سر اینکه ایران چه گفته و چه شنیده الان سازنده نیست به هر حال آقای لاروف وزیر خارجه روسیه هم عنوان کرده بود که اگر ایران و سوریه در جبهه متحد ضد داعش باشند روسیه حمایت میکنه یعنی در واقع تمایل روسیه هم نشون داد به این کار ولی به هر صورت هم روسیه هم ایران و هم سوریه از ائتلاف علیه داعش کنار گذاشته شدند این ائتلاف جلسش در پاریس تشکیل شد به ابتکار فرانسه بود مجموعا سی کشور و سازمان در اون شرکت داشتند 24 کشور و اتحادی ها و سازمان های مثل سازمان ملل و اتحادیه اروپا حضور داشتند ظاهرا جلسه خوبی بوده هماهنگی کاملی برقرار شده و احتمالا با توجه به اینکه هواپیماهای فرانسوی هم وارد عمل شدند و دارن شناسایی انجام میدن عملیات شروع خواهد شد البته امریکایی ها دائما تکرار کردند که اجله به اصطلاح به این زودی نیست سریع انجام نمیشه و هنوز در حال مطالعه هستند نکته جالب در این اطلاف این است که قطر هم طی چند روز گذشته چرخش کرده و از یک طرف به دلیل اینکه پشتیبان جبهه انصره ان بوده به اونها فشار آورده تا این مرزبان های سازمان ملل رو آزاد کنند که کردند و از سوی دیگه هم ها رو که 6 7 نفر از بسعودی نشون در قطر بودند اختار کرده از قطر اخراج بشن چرخش قطر از نکاتی است که میتواند بهبود رابطش با عربستان و امارات و نهایتا اعتلاف ضد داعش رو بهتر بکنه روزنامه نیویورک تایمز از قول آقای اوباما نقل کرده که به بشار اسد اختار کرده اوباما که اگر بخواد هواپیماهای امریکایی رو مورد حمله ضد هوایی قرار بده اون وقت تمام تأسیسات هوایی سوریه زیر فشار امریکایی ها خواهد بود و نابود خواهد شد البته یک نکته ای رو استراتژیست این روزها مطرح میکنن که اگر نیروی هوایی امریکا آسمان سوریه رو در اختیار بگیره و نیروی هوایی سوریه نتونه تحرکی داشته باشه بیش از 60 درصد توان اسد در مقابله با مخالفین نیروی هوایی سا به این ترتیب معادله در سوریه به هم خواهد خورد و اسد به پایان کارش نزدیک میشه این اگر اتفاق بیفته یکی از طبعاتی است که این جنگ خواهد داشت و البته شاید یکی از دلایل این عصبانیت آقای خامنه ای باید محسوب بشه چرا که ایشون در همین مصاحبه تهدید کرد که اگر در سوریه بخواد اتفاقی بیفته وضعیتی مشابه عراق برای امریکایی ها پیش خواهد اومد بر صورت در پایان این یک هفته نمایشی که آقای خامنه ای داشت کاریکاتوریست بسیار تنز پرداز و عمیق آقای مانان استانی کاریکاتور بی هم کشیده که شاید تمام تبلیغات یک هفته حکومت و آقای خامنه ای رو بشه گفت این کاریکاتور به تنهایی خونسا کرده و به خوبی نشان میده اشمعزازی رو که از این مقدار مداهنه و این نمایش به آدم دست بود موضوع دوم اینکه کارگران سیمان لوشان جلوی بنیاد مستضعفان در تهران جمعیشون تجمع داشتن برای اینکه این کارخونه که دست بنیاد هست از امرداد سال گذشته 92 تعطیل شده ولی 55 کارگر پیمانی و 17 کارگر رسمی بلا تکلیفن کارگرا معتقدند که کارخونه هم تولید میتونه داشته باشه و هم بازارش هست و معلوم نیست که چرا کارفرما تصمیم به تعطیلش گرفته چهار کارگر پتروشیمی راضی هم با شکایت مدیرامل به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به جرم اخلال در نظم محکوم شدن علت این شکایت هم اعتصابی است که کارگر رو داشتن اما حکم برای دو سال به حالت تعلیق درآمده خانواده های دراویش گنابادی هم در بعد از دو هفته اعتصاب غذای عزیزانشون دیروز در سالن ملاقات زندان تحسن داشتند و خواستار پاسخگویی مسئولین شدند امید کوکبی دکتر امید کوکبی فیزیکدان دانشمندی که با ده سال زندان محکوم شده از بیماری سنگ کلیه مشکل قلبی و دندان و درد شدید رنج میبره اما دادستانی با درمان او بیرون از زندان تا اینجای کار مخالفت کرده در مورد روزنامه بهار هم بعد از اینکه آقای قروی نویسنده اون مقاله در مورد قدیر خم به شش ماه حبس محکوم شده و دیروز راهی زندان شد خود روزنامه هم به ده میلیون تومن جریمه محکوم شده که وکیل روزنامه گفته که تقاضای تجدید نظر هم نمی کنیم برای اینکه بیفاید است موضوع سوم اینکه نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی عنوان کرده که شکایت نمایندگان و غیر نمایندگان از آقای احمدی نژاد از نه ماه پیش متوقف شده و عملا به جایی نرسیده آقای جوانفکر مشاور آقای احمدی نژاد عنوان کرده که انصار حزب الله اهداف سیاسی دارند و جلوی احمدی نژاد هم رفتند با اسرائیل همدست شدند انصار حزب الله اعلام کردند که چهار هزار نفر رو برای برخورد با بدهجابی به خیابان میفرستیم این کشمکش بر سر آمدن در خیابان با وزارت کشور و در واقع کرکری خوندن برای همدیگه از سوی وزارت کشور و انصار حزب الله هنوز ادامه داره و باید دید آخر کار به کجا میرسه نام نیوز هم خبر داده از اینکه آقای تقوی مسئول ستاد ائمه جمعه به قم رفته با آقای مصباح یزدی صحبت کرده در مورد اتحاد اصولگرایان ولی آقای مصباح یزدی در مورد مجلس خبرگان پذیرفته که هماهنگی صورت بگیره ولی در مورد مجلس شورا انتخاباتش گفته اصولگرای ناب یکیست و بقیه قلابی است لابد خود ایشون اصلیه و بقیه قلابی است برحال گفته میشه به موجب همین تحلیل ها که آقای مصباح یزدی میخواد در واقع مؤسسه امام خمینی خودش رو تبدیل کنه به زل سومی در مقابل جامعت این در واقع جامعه روانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین قوم موضوع چهارم اینکه روز چهارشنبه فردا و مذاکرات پنج به اضافه یک با ایران در نیویورک آغاز میشه در شرایطی که آقای آمانو آژانس بین انرژی اتمی گزارشش رو به شورای حکام داده و از پنج موردی که ایران باید همکاری میکرد یا عنوان کرده که در دو مورد ایران تعلل کرده و گزارش حاضر نیست یکی آزمایش های انفجاری است که ایران داشته و دیگری شبیه سازی کامپیوتری از انفجار هسته ای که توضیحات لازم رو در این دو مورد ایران نداد. نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی آقای بهروز نعمتی هم شاید اولین نفری است که اینطور بی پرده و صریح صحبت کرده و گفته روس ها قابل اعتماد نیستند و هر قراردادی حالا که دولت میخواد باشون ببنده باید حواسش باشه که خرشون که از پل بگذره زیر تعهداتشون میزنن بنابراین برای تعهدات قراردادیشون جرائم باید بگذاره و از تجربیات قبلی رو درس بگیره او همچنین گفته که توپولوف رو وارد فضای پروازها ایران نکنید برای اینکه مجموعاً توپولوفا بیش از 300 کشته به جا گذاشتن در خطوط هوایی <تصفح> اما نکته آخر اینکه آقای امیراباس سلطانی نماینده مجلس عنوان کرده که این آقای بابک زنجانی نماینده هایی که پیگیری میکنند زیر فشار قرار دارند ضمن اینکه اصلا اموالش ده درصدش فقط در ایران 90 درصد بیرون از ایران عمدتا ترکیه و تاجیکستان و از دسترس بیرونه ضمن اینکه نماینده رشت مطرح کرده که شناسنامه و مدرک تحصیلی آقای بابک زنجانی هم غلابی است اما آقای حسین شریعت مداری هم در سرمقاله کیهان امروز دوباره آرزوی تاییدلشون رو مطرح کرده که راجب به آقای خاتمی این بار گفته مطلبی که قبلا از آقای کروبی و موسوی میگفتن اینکه آقای خاتمی بیاد و توبه کنه اون وقت از سر تخصیراتش میگذرند حضرات در حسرت این موندن که سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی